60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. تنها 13 روز بعد از شروع اعتراضات ضد دولتی در لبنان، سعد حریری نخست وزیر اعلام کرد که به همراه کابینه‌اش استعفا می‌کند. این یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است که از وضع بد اقتصادی و فساد گسترده جان به لب شدند. سعد حریری که چند روز پیش طرحی برای اصلاح اقتصادی و سیاسی ارائه کرده بود، در سخنرانی استعفایش گفت لبنان به بن‌بست رسیده و برای خروج نیازمند یک شوک است. حزب الله لبنان متحد سعد حریری در دولت ائتلافی بود که مخالف استعفای او بود. اما یا بحران لبنان که یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است با رفتن سعد حریری برطرف می شود؟ آیا خشم معترضان نسبت به حزب الله که از متحدان ایران است فروکش می کند؟ بیشتر در این مورد گفتگو می کنیم. اول گزارشی ببینیم از نیکولاس نیکزاداد. جشن معترضان جلوی مقر دولت بعد از شنیدن استعفای نخست وزیر. آنها فریاد میزنند ملت لبنان یکیست. اتحاد لبنان از نکات سخنرانی استعفای نخست وزیر هم بود، اما سعد حریری در حالی برای دادن استعفایش به کاخ ریاست جمهوری آمده که سایه اختلافات فرقه‌ای دوباره بر سر ملت سنگینی می‌کند. آقای حریری امروز گفت بعد از دو هفته اعتراضهای مردم نتوانست راه حلی برای خروج از بحران پیدا کند و به خواست آنها گردن می‌نهد. اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. امروز ما به یک بن‌بست رسیدیم و نیاز به یک شوک داریم که به این سیستم وارد کنیم تا با این بحران روبرو بشیم. من دارم به کاخ ریاست جمهوری میرم تا استعفای دولت رو به آقای رئیس جمهور میشل اون و مردم لبنان تقدیم کنم. این در پاسخ به خواست و اراده هزاران لبنانی است که به خیابان‌ها ریختند و تقاضای تغییر کردند. به ضرور تأمین شبکه امان تحمل بلد به هاللحظه تاریخی. اما معترضان بعید است که با این استعفا راضی شوند. تظاهراتی که دو هفته پیش ظاهراً در اعتراض به مالیات بر مکالمات واتساپ شروع شد، حالا کل ساختار سیاسی لبنان و فساد رهبرانش را هدف گرفته. اما همه هم خواستار تغییر نیستند. تنها یک ساعت پیش از استعفای نخست وزیر، طرفداران دو جنبش شیعه حزب الله و عمل بعضاً چماق به دست به اردوی معترضان در مرکز بیروت حمله ور شدند و چادرهایشان را به زیر کشیدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله جمعه گفته بود معترضان خیابان‌ها را مسدود نکنند و اشاره کرده بود که شاید عوامل خارجی آنها را حمایت کنند. منتقدان حزب الله میگویند این جنبش با یکتازی سیاسی و نظامیش از تعیین سیاست خارجی لبنان تا پست‌های پرشمار در کابینه علاقه ای به تغییر وضع موجود ندارد. با کنار رفتن سعد حریری، حالا معترضان مستقیم رو در روی حزب الله قرار گرفتند. اما آنها همچنان در خیابان‌ها هستند. حتی برنامه اصلاحات اقتصادی سعد حریری هم آنها را راضی نکرده بود. ارتش مأمور باز کردن راه‌ها شده، اما دستور دارد به زور متوسل نشود. دو هفته اعتراض اقتصاد کشور را فلج کرده. وضعیتی بی سابقه از زمان جنگ داخلی بیش از 30 سال پیش. جنگی که با توافق تقسیم قدرت به پایان رسید. تقسیم مناصب عالی بر اساس مذهب صلح را حفظ کرده. اما معترضان میگویند سران کشور فقط به فکر پر کردن جیب خود بودند. لبنان برای جوانان منطقه پایتخت جشن و خوشگذرانی بوده، اما این جوانان حالا فرصت‌های اقتصادی و خدمات رفاهی می‌خواهند. نیکولاس نیکزاداد، بی بی سی. همزمان با لبنان، عراق هم شاهد درگیری و اعتراض بوده. سازمان ملل از مقام‌های عراق خواسته تا درباره استفاده از زور و کشته و زخمی شدن معترضان تحقیق کنند. دیشب چند شهر عراق برای چندمین شب پیاپی آرام بود. به گفته منابع بیمارستانی در کربلا در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 18 نفر کشته شدند و بیش از 800 نفر زخمی. هرچند پلیس کربلا کشته شدن معترضان را تکذیب کرده. در بغداد هم صدها معترض بی‌اعتنا به محدود دیت رفت و آمد شبانه به خیابان ها آمدند. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. شلیک بیوقفه گلوله در دل شب اینجا در کربلا. معترضان ناراضی از دولت با نادیده گرفتن همه هشدارها دیشب به خیابان ها آمدند. پاسخ دولت کوبنده بود. گشودن آتش به روی معترضان،
و کشته شدن عده‌ای و زخمی شدن صدها نفر دیگر. پلیس کربلا اما روایت دیگری دارد. جیش من وزارت دفاع وعدنا شرطه بالداخل. ما ارتش داریم، پلیس داریم، پلیس داخلی و پلیس امنیت داریم. من اینو تایید میکنم که هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. برعکس، ما برای معترضان آب و دسته گل داریم. و اینجا بغداد. اصلا قرار نبود معترضان به خیابان‌ها بیایند. دولت دیروز مقررات منع رفت آمد شبانه را در پایتخت اعلام کرد. صدها معترض اما بی‌اعتنا به محدودیت‌ها در چند نقطه شهر تجمع کردند. شعار می‌دهند ای عراق با خونم تو را نجات می‌دهم. معترضان عصبانی از فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی خواستار کنارگیری دولتند. به اسقاط نظام لا الدوله. مرگ بر نظام، نه مرگ بر کشور. مرگ بر نظام یعنی تغییر افرادی که از سال 2003 در قدرتن و شکست خودشون رو ثابت کردن. این نظام باید بره، باید افراد تغییر کنن. مقتدا سطر، روحانی با نفوذ شیعیان عراق، دیروز خواستار انتخابات زودرس با نظارت سازمان ملل و بدون حضور احزاب سیاسی فعلی شده بود. او امروز در جمع معترضان در نجف حاضر شد. در اعتراض هایی که از یک ماه پیش شروع شده، دست کم 240 نفر کشته شده اند، هزاران نفر زخمی. سازمان ملل خواستار کاهش تنش ها شده. ما از مقام های عراق می خواهیم که تحقیقاتی را درباره رفتار خشونت آمیز با معترضان شروع کنند. مهمتر از همه از آنها می خواهیم تا اطمینان پیدا کنند که با معترضان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر برخورد می شود. دولت ایران از مردم خواسته به دلیل ناآرامی‌ها فعلا به عراق و مراکز زیارتی آن سفر نکنند. دولت تا حالا نتوانسته مانع آمدن معترضان به خیابان‌ها باشد. نه با سربازان سینه سپر کرده، نه با شلیک گلوله و گاز اشکاور و نه با محدودیت رفت و آمد. فعلا خیابان‌ها در تسخیر معترضان است. به اعتراض‌هایشان ادامه می‌دهند. کشته می‌دهند و برای کشته‌هایشان مراسم خاکسپاری برگزار می‌کنند. عراق تا روزهای التیام فاصله زیادی دارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. برای بررسی بیشتر تحولات لبنان و عراق، فواز جرجس، استاد خاورمیانه LSE مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن، اینجا با ماست. آقای جرجس، به طور همگام اعتراضات در لبنان و عراق داره جلو میره. اول از لبنان شروع بکنیم و اعلام استعفای سعد حریری که یکی از خواسته های معترضان بوده. فکر میکنید آیا میتونه استعفای آقای حریری این اعتراضات رو آرام بکنه؟ من بسیار شک دارم که این اتفاق بیفته. در واقع معترضان فقط استعفای دولت رو نمیخواهند. معترضان تغییر کامل نظام سیاسی لبنان رو میخوان. تحول این نظام سیاسی فرقه‌ای رو میخوان. یک نظام سکولار میخوان. نظامی بر اساس شهروندی. اونها دنبال شفافیت هستن. اجازه بدین یه تصویر به شما بده. اصلا راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ بیکاری در بین مردم و زنان لبنانی 40% هست. فقر در لبنان 45% هست. فقر مطلق 25%. لبنان به دنیا 90 میلیارد دلار پول بدهکار هست. سومین کشور بدهکار در دنیا. فساد سیستماتیک است از بالا به پایین و همه‌اش هم به خاطر فرقه‌گرایی در داخل سیستم هست. معترضان فقط نمیخوان که الحریری و رئیس جمهور استعفا بدن، بازنشسته بشن. اونها میخوان کل سیستم متحول بشن. اونها دنبال انقلاب هستن و پایه‌ریزی یک نظام جدید و شالوده جدید سیاسی. فهرستی که شما بهش اشاره میکنین فهرست خیلی بلند بالاییه. تغییر کامل سیستم سیاسی اون کشور، چقدر شدنیه چنین درخواستایی؟ اگه شما از من بپرسین 1 تا 10 بگین چقدر احتمال داره، من میگم
دو تا. در واقع اینه که بعد بپرسین تغییر چگونه میشه اتفاق بیفته، تغییر سیاسی. آیا تغییر از بیرون میاد یا تغییر از درون؟ آیا چجوری انتظار دارین که نخبگان یعنی حاکمان در یک سیستم اون سیستم رو عوض بکنن؟ اونا خودشون از این سیستم متنفع میشن. برای همین نه ارادهش رو دارن نه علاقه دارن به متحول کردن سیستم و ایجاد یک سیستم جدیدی، برای اینکه تمام امتیازات خودشون رو از دست میدن. و در خیابان‌ها شما چجوری انتظار دارین که مردم سیستم رو عوض کنن؟ ابزار اونها چی است؟ حتی اگه شما فرد یک دولت جدید درست کنن، فرض بکنین که معترضان یک دولت جدید درست بکنن، دولت جدید تکنوکرات، این دولت همچنان در داخل یک سیستم فرقه‌ای داره عمل میکنه. یک پارلمان دارین، یک هیئت دولت دارین، یک رئیس جمهور دارین و تمام حاکمان سیاسی نهادها و سازوکارهای کشورداری رو در دست دارن. بیایید بگیم که اتفاقهایی که در لبنان داره میفته یک حرکت فوق‌العاده و شگفت‌انگیزه، اما این آغاز راه است و متأسفانه تغییر در لبنان به طور تراژیک بسیار تدریجی است. سالها طول می‌کشه، ده‌ها سال طول می‌کشه تا سیستم عوض بشه. ولی در همین حال اون چیزی که من رو نگران می‌کنه این هستش که لبنان به یک جنگ داخلی تمام عیار متنزل بشه. لبنان در آستانه فروپاشی اقتصادی هستش، همینطور ترس از هرج و مرج و جنگ داخلی. ما از اینها می‌ترسیم. اگه معترضان زیادی فشار بیارن، شاید حاکمان سیاسی و اصلا بر این شعله آتش بدمند و باعث بشن که سیستم به طور کامل دچار فروپاشی بشه. همین امروز شاید نشانه های ازش رو دیدیم، در گزارش ها داشتیم که طرفداران حزب الله در بیروت سعی کردن معترضان رو متفرق بکنن با استفاده از زور. جایگاه حزب الله رو چطور میبینید و در نهایت رابطه دولتی که تشکیل خواهد شد در لبنان و ایران رو؟ میدونین وضعیت تناقضی که الان تناقض‌آمیزی که وجود داره اینه که حزب الله علاوه اقتصادی دولت رو در دست نداره، نهادهای اقتصادی کشور در دست نداره. حزب الله هم چند سال پیش وارد دولت شد، اما کاری که حزب الله کرده، اشتباهات حزب الله این بوده که انگار داره از این سیستم حمایت میکنه، انگار مدافع این سیستم هست، به این شکل ظاهر شده و برای همین هستش از دید معترضان محبوبیت زیادی رو از دست داده. چرا معترضان بخوان از این سیستم شکست خورده استفاده بکنن و چرا حزب الله داره از این سیاستمداران فاسد حمایت میکنه؟ و این خیلی حرف و این خیلی مسئله گویایی هستش و نشون دهنده پیچیدگی سیستم سیاسی لبنان هستش. حزب الله اصلا برای سیاست ورزی در داخل لبنان جالب نیست. حزب الله اونچه برای جالب تر هستش اون جنگ ژئوپلیتیک منطقه هستش و فروپاشی دولت لبنان حزب الله رو نگران میکنه که شاید در این بحث ژئوپلیتیک و رقابت‌های منطقه‌ای تضعیفش بکنه. اما واقعیت این هستش که حاکمان سیاسی در لبنان همشون دارن سعی میکنن مطالبات معترضان رو مصادره بکنن و خودشون رو در مقام مدافع معترضان ظاهر بکنن و از این طریق افکار عمومی و معترضان رو افکارشون رو از رفتن به سمت تحولات انقلابی منحرف بکنن به سمت یک سری تغییرات تاکتیکی. نقش ایران رو چطور می‌بینید؟ این هم یک مورد دیگه تناقض. حتی با وجود اینکه ایران و عربستان بر سر نفوذ در لبنان، در سوریه و عراق رقابت میکنن، هم ایران و هم عربستان دنبال ثبات در لبنان هستن. حالا که نه ایران و نه عربستان دوست ندارن لبنان دچار بی‌ثباتی و هرج و مرج بشه، این خودش یک تناقض دیگه رو نشون میده. برای اینکه نشون میده این یک انقلاب داخلی در خود لبنان هستش، قیام مردم لبنان علیه شرایط اقتصادی و سیاسیتش. اگه شما من بگین که مهمترین انگیزه معترضان چی هست، به شما خواهم گفت که آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و باز هم آسیب‌پذیری اقتصادی. مردم مستعجل هستند، جوانان لبنان، جوانان عراق، سودان، الجزایر، اردن، همه جا به نظر میاد که جوانها خسته شدن، کاسه صبرشون لبریز شده و دارن علیه حاکمان سیاسی قیام میکنن. حتی در اروپا میبینیم که یک جنبش پوپولیستی وجود داره، یک جنبشی علیه حاکمان سیاسی وقت. آقای جورجز، نگاهی بکنیم به عراق. در مجموع به نظر میاد که نوع برخورد دست کم نیروهای امنیتی متفاوته. در لبنان اینقدر کشته نداشتیم، اما در عراق میبینیم در کربلا 18 کشته، در شهرهای دیگه کشته های فراوان. به نظر میاد که خشونت بیشتری داره در عراق اعمال میشه علیه این اعتراضات، اما خواستگاه این اعتراضات شباهت های زیادی داره به اعتراضات در لبنان. Economically,
از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بله، تشوبات زیادی وجود داره. از لحاظ فساد سیستماتیک عراق و لبنان دو تا از فاسدترین کشورهای دنیا هستن، نه فقط در خاورمیانه. شما فقر دارین، شما بیکاری دارین، شما گره های فروبسته در سیستم سیاسی دو کشور دارین. اما فرقشون این هستش که سیستم در لبنان نهادینه شده. برای 60-70 سال شما نهادسازی داشتین، پارلمان دارین، توازن قوا دارین، و مردم لبنان به سختی یاد گرفتن که خشونت مسائل را حل نمیکنه. برای همین حتی یک لبنانی رو نمیبینید که در طول اعتراضات 13 روز گذشته کشته شده باشه، اما در عراق صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدن. چرا؟ چون در عراق نهاد وجود نداره و نهادها درست کارکرد ندارن، و همچنین به خاطر اینکه کارزاری که در عراق وجود داره خیلی نظامی شده، بسیار خشن شده. و نگرانی من این هستش که خود عراق امکان داره اصلا کاملا در آستانه خشونت ها و اعتراض های بیشتر خشونت آمیز قرار بگیره، مگر اینکه دولت عراق مطالبات مردم رو بهش توجه درستی نشون بده. شما راجع به ایران از من سوال کردین. ایران در عراق بسیار فعالانه تر وارد میشه، مداخله میکنه تا در لبنان، برای که عراق برای ایران مهمتر هستش، برای که هم مرز با ایران هستش، برای که ایران سرمایه گذاری بیشتری در شبه نظامیان عراق کرده تو شبه نظامیان لبنان. از رسانه ها و تحلیلگرهای نزدیک به حکومت ایران دولت های غربی رو متهم می کنند که حمایت می کنند از اعتراضات هم در عراق هم در لبنان. چقدر به نظر شما چنین حرفی منطقی میاد؟ In one word, در یک کلام من یک کلمه انگلیسی رو استفاده می کنم. این حرف چرت هست، چرت محض، توهم توطئه هست. نه غرب و نه شرق هیچ کس توطئه ای رو علیه لبنان یا الجزایر یا سودان طراحی نکرده. اینها بحران های داخلی هستند، شرایط داخلی هستند که زمینه این اعتراضات رو فراهم کرده. فقر، بیکاری، فساد سیستماتیک، گره های فروبسته در این نظام، نداشتن صدا توسط جوانان، اینها بحران های داخلی هستند. اگر حاکمان سیاسی در کشورهای عرب، از جمله در عراق، ایران هم خودش مشکلات رو داره از فقر و اینا، اما اگر نخبگان، حاکمان سیاسی خاورمیانه از جمله در ترکیه واکنش نشون ندن به مطالبات زن و مرد های جوامعشون، شما قیام های بیشتری رو خواهید داد، هرج و مرج های بیشتری رو، فراز و فرود های بیشتری رو و تنش های داخلی بیشتر. و اینجا هستش که رادیکالیسم و افراطی‌گری و گروه های تروریستی رشد پیدا میکنن در این گونه مناطق مورد منازعه. این یک فرمول، یک فاجعه هستش. بیان امیدوار باشیم که حاکمان سیاسی برخیزند و مسئولیت های تاریخی خودشون رو بر دوش بگیرن در تمام خاورمیانه، نه فقط در لبنان و عراق. متشکرم. فوز جرجیس، استاد خاورمیانه مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن با ما. امروز در تقویم ایران روز کوروش نامگذاری شده، اولین پادشاه هخامنشی که مورد احترام بسیاری از ایرانیان و مورخان است. اما در روز کوروش در ایران مراسمی برپا نمی شود، چون حکومت ایران با برنامه ریزی های گسترده امنیتی و انتظامی چند سالی است که مانع برگزاری این مراسم می شود. امسال هم کسانی که می خواستند به آرامگاه کوروش بروند با ایست های بازرسی و جاده های بسته مواجه شدند. سیاوش اردلان گزارش می دهد. روز 7 آبان 98 روز جهانی کوروش. باز هم تکاپوی پلیس و نیروهای امنیتی حکومت ایران برای سرکوب هر مراسمی به یاد بود روز کوروش. مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد رو بستم. الان هم که اومدیم نقشه رستم اجازه ورود نمیدن. میبینید که پارکینگ خالیه و اونجا اون انتظامی و ماشینه شخصی اونجا واستاده و خودشون داخل ماشینا نشستن مسئول نیروی انتظامی. آنچه حکومت نمیخواهد تکرار این صحنه هاست. در سال 95 بزرگترین تجمع ایرانیان در آرامگاه کوروش نشان داد جریان باستانگرایی و رجعت به گذشته پیش از اسلام جریانی پرقدرت در ایران است. آنقدر قدرتمند که با شعارهایی که هم سلطنت طلبانه بود هم ناسیونالیستی، ده ها سال سرکوب مفاخر باستانی ایران را به چالش کشید. اما خیلی از برگزار کننده ها در آن سال بازداشت و زندانی شدند. و هر سال حکومت ایران با بستن جاده های منتهی به آرامگاه کوروش و لغو تورهای مسافرتی و غیره، مثل امسال مانع از برگزاری مراسم شده. شهرستان پاسارگاد میانی که ازباسی زدن
تا جایی که حتی یکی از وکلای متهمان سیاسی در ایران میگوید او را احضار کردند که مبادا در روز کوروش شرکت کنی. روز یک شنبه که روز تعطیلی در ایران بود، تلفنی به من شد از پلیس امنیت تهران و از من خواستن که روز دوشنبه به قرارگاه اونا مراجعه کنم. البته نگفتن علت چی هست. وقتی که من حضور پیدا کردم دیدم عده زیادی در اونجا حضور دارن، حدود 10-15 نفر و همینطور افرادی میرفتن و باز کسانی میامدن. وقتی که به اتاق مأمور مربوطه من دعوت شدم، با کمال تعجب مواجه با این مطلب شدم که شما نباید در مراسم مربوط به روز کوروش کبیر حضور پیدا کنید و تعهد بدید که این کار را نکنید. جمهوری اسلامی میخواهد مراسم مذهبی و شیعی ایرانیان پررنگ باشد، مثل محرم و اربعین، و برای آن کلی هم هزینه میکند. اینم ورودی پاسارگاد. هزینه ای که امسال و سالهای قبل صرف مراسم کوروش شده برای جلوگیری از برپایی مراسم است. مقامات سیاسی و مذهبی ایران در میانه بلا تکلیفی و اختلاف نظر درباره نحوه برخورد با روز کوروش گرفتار شدند و در مورد کسی مثل لطف الله دشکام امام جمعه شیراز این اختلاف نظر با خودش هم هست. لطف الله دشکام در سال 96 چنین گفت: هفتم آبان عده‌ای حرکاتی انجام می‌دهند و خوشرقصی می‌کنند. یک جریان شکست خورده سیاسی می‌خواهد کوروش را در مقابل اسلام علم کند که باید مردم هوشیار باشند. ولی امسال نظرش ملایم‌تر شد. مسئله هفته آبان گاه به عنوان یک مسئله امنیتی ما را درگیر کرده است و این در حالی است که این موضوع ریشه فرهنگی دارد و باید با راهکار فرهنگی به دنبال حل آن باشیم. حکومت ایران شاید نتواند درباره اینکه با روز کوروش چه کند به یک نتیجه مورد توافق همگان برسد. خدای بزرگ است اورامزدا. اما این از شکل گیری و تکامل یک جریان باستانگرایی که معلوم نیست به کجا خواهد رفت جلوگیری نخواهد کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع، خداداد رضاخانی، مدرس تاریخ باستان در دانشگاه پرینستون نیوجرسی از شهر پرینستون با ماست و حجت کلاشی فعال سیاسی به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه. آقای کلاشی، فکر میکنید که علت حساسیت حکومت ایران به کوروش چیه؟ با درود خدمت شما بینندگان عزیز، من فکر میکنم اینطور بتونم توضیح بدم قضیه رو، ریشه های این موضوع رو، که ایران همیشه کشور باستانی بوده و باستان ایران همیشه مورد توجه تاریخ عصر همه عصرهای ایرانی بوده. اما با توجه به اینکه انقلاب اسلامی که ریشه اخوانی هم داره، یعنی تحت تاثیر ریشه های اسلام سیاسی قرار گرفته و بیشتر اون آموزه ها رو از مصر الهام گرفته و دریافت کرده، در مصر باستان مصر و یا عصر پیشا اسلام مصر به عنوان عصر فرعونی معروف بود و در اون عصر فرعونی اون عصر به عنوان یک عصر طاغوتی صورت بندی می شد و همیشه ناموجه بود. ما چون انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی چون بخشی از ریشه هاش برمیگرده به اون ریشه های اخوانی، از همون سپیده‌دم انقلاب خودش، یعنی از همون آغاز هاش، از همون شروع های خودش، یک رویکرد منفی، یک نوع نگاه منفی به ایران باستان داشت و ایران باستان رو معادل میگیره با مصر باستان. به همین خاطر از بعد از پیروزی خودش یک نوع سوگیری منفی به ایران باستان داشت، اعلام میکرد که این سقوط 2500 سال ستم شاهی هستش، تاریخ باستان ایران رو متناسب با تاریخ مصر و در کنارش متناسب با نگاه چپ مارکسیستی یک دوران سراسر سیاه و استعمارگرانه استثماری میدونست و از طرف دیگه ای هم اقداماتی کردن در همون اول انقلاب، مثل آقای خلقالی که میخواست علیه کوروش کتابی نوشت و میخواست که علیه تخت جمشید اقداماتی بکنه. آقای رضاخانی، شما فکر میکنید علت حساسیت ها چیه؟ والا علت حساسیت ها نمیدونم، من در ذهن حکومتگران ایران نیستم، ولی احساس میکنم که یک سری حساسیت هایی که کسانی دارن، به حداقل خود من دارم، یه مقدار به این باشه که یک همچین روزی و جشن گرفتنش به هر حال جدید و بدون پیشینه تاریخیه.
یعنی اینکه این که هفتم این ماه رو تصمیم بگیرن به عنوان روز کوروش کبیر نامگذاری کنن، یا اصلا چیزی که به کوروش کبیر نسبت داده میشه نظیر و چیزایی که در حاشیه‌اش هست، تو گزارشی که شنیدیم چیزایی مثل ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، که خب نمیتونیم به هر صورتی بخوایم بگیم نمیتونیم قضیه این ساید نجات پرستانه یه همچین حرفی رو ندیده بگیریم. یا یکی از کسانی که باشون مصاحبه میکردن که در مورد اهورامزدا خدای بزرگه و جنبه خب به هر حال یعنی مذهبی کردن این، حالا به صورت دیگه مذهب زرتشتی به عنوان مذهبی که از طرف کسانی که نگاه ناسیونالیستی دارن قابل قبوله، در و در صورتی که بازم مذهبی اگه مشکل مذهبه خب اونم یک مذهبه. خب این همه اینا جنبه های میشه که یه نفر کسی که داره کار تاریخ میکنه باش مشکل داره و باش درگیر میشه، برای اینکه اینا نشون، حتی اگر میخواییم روزی رو برای یک دونه پادشاه باستانی ایران به هر دلیلی جشن بگیریم، این جنبه هاشه که جنبه های آزاردهنده ایه برای کسانی که در واقع کارشون اینه. در مورد حکومت ایران هم بندم مخالفم که جلوی هر گونه جشنی گرفته بشه. اگر این جشن که یه سری آدم میخوان دوره هم جمع بشن، جشن به هر دلیلی میخواد باشه، کسی نباید جلوشو بگیره. رفتاری که میشه این که نمیذارن مردم به پاسارگاد برن، من نمیدونم در نقش رستم این وسط چی بود، ولی به هر حال اینه که نمیذارن مردم به پاسارگاد برن و و و اینا رفتارهای غلطیه که بیشتر باعث جری شدن قضیه و باعث بزرگ شدن قضیه میشه. منم با اون کارا مخالفم، ولی جشن گرفتن این روز به خاص رو بنده به عنوان تاریخ‌دان باش مشکلات خاصی دارم که مقدارش رو بیان کردم و خوشحال میشم ادامه بدم. آقای کلاشی، شنیدید صحبت‌های آقای رضا خانی رو که میگن که ریشه‌هایی از ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و نژادپرستی در این شکل جشن گرفتن وجود داره؟ ببینید، اولا بین بحث ایرانگرایی و ناسیونالیسم و راسیسم یا نژادپرستی تفاوت بسیار جدی وجود داره. ایده ناسیونالیسم و ایده ایرانگرایی با ایده راسیسم دارای تفاوت‌های معنایی بنیادین هستش. در آلمان هیملر گفته بود که پیشوا با مقولات آلمانی فکر نمی‌کنه، بلکه با مقولات جرمنی فکر می‌کنه. یعنی بحث ناسیونالیسم، بحث ملیت، بحث ایرانگرایی عین بحث راسیست نیست. این خلطی که انجام میشه معمولاً اشتباه هستش. از طرف دیگه یه مغالطه جزء و کل میشه اینکه ما بیاییم بگردیم در یک آیینی، در یک مراسمی، در یک جشنی یک مسائل کوچکی رو پیدا بکنیم و بخوایم تعمیم بدیم به کلیت اون جشن یا به اون کلیت اون مراسم یا مناسک، این مغالطه جزء و کله. مردم ایران تصمیم گرفتن که یک روزی رو به عنوان روز کوروش بزرگ جشن میگیرن. حالا این روز روز هفتم باشه یا روز دهم باشه یا روز بیستم باشه، در اصل این که حکومت خواسته این رو سیاسی بکنه و سپس نگاه امنیتی بهش داشته باشه، تغییر ایجاد نمیکنه. حالا اگر یک نفری در دانشگاه فکر میکنه روز هفتم غلطه، روز دهم درسته، این بحث و تحقیق علمی هستش که زمینه بحث چیز دیگه‌ای هستش. اما اینکه مردم تصمیم گرفتن در یک روز خاصی احترام بذارن به باستان خودشون، به پادشاه خودشون، و بعد حکومت با نگاه و عینک ایدئولوژیک و عینک امنیتی بهش نگاه میکنه، یک مسئله کاملا متفاوتی هستش و ما نباید این کارو با هم دیگه خلط بکنیم. این مراسمی هم که برگزار میشه، اشاره کردم ایران همیشه کشور باستانی بوده، همیشه باستان خودش احترام میذاشته. ما همیشه بعد از اسلام به باستانمون احترام میذاشتیم. ما همیشه فکر میکردیم که ملت کهن و تاریخ دراز آهنگی داریم و همیشه باید باستانمون رو در حال حاضر بنگریم و خودمون رو در داخل باستان ببینیم. آقای رضا خانی، به نظر شما این عشقی که به پادشاهان هخامنشی خصوصا در چند سال اخیر به نظر میاد که پررنگ‌تر شده در جامعه ایران، داره جای خالی چی رو پر میکنه؟ سوال خوبیه. اولا من یه لحظه سوال اون صحبت جواب بدم. من فکر میکنم من دارم خلط مطلب میکنم. من به اشاره کردم به گزارشی که تعیین شده، من نگفتم همه این مراسم نجات پرستان است. عرض کردم که در همون گزارش ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم رو جمعیتی که داشتن جشن میگرفتن تکرار میکردن. من دارم اشاره میکنم که یه همچین جهاتی هم داره، مجبور نگفتم این همه جهاتشه، و بقیهش رو هم ایشالله در فرصت های مناسبی بی بی سی یا جای دیگه فرصت بده و صحبت کنیم که این تجاهل العارفه که شما میگید که این فقط یه چیزیه و یه گروه خاصی میخوان سیاسیش کنن. این ریشه این یه همچین جشنی سیاسیه. حالا سیاسی بودنش برمیگرده به سوال خانم رحیم‌پور که جای چه چیزی رو پر میکنه. به هر حال باستانگرایی در همه دنیا
در شرایط مختلف، حالا هرچند که ایشون در مورد مصر رو گفتن که مصر فرعونی بوده، مصری ها هستن کسانی که بیشترین استفاده از اهرام جیزه رو میکنن که کنار پایتخت مملکت قرار گرفته و اصولا اینجور باستانگرایی به خصوص در خاورمیانه و در جای دیگه سابقه قوی داره. هخامنشی ها رو من نمیبینم خانم رحیم‌پور، به عنوان به خصوص کوروش رو میبینم. ذکر کوروش در منابع یونانی که برای اروپایی ها قابل دسترس بوده مثل هرودوت و بعد در عهد عتیق و اینکه اروپایی ها کشف کردن کوروش رو به عنوان باستان ایران، دست که اگه مدارک مثلا قرون وسطایی خودمون رو بخونیم ذکری از کوروش نداریم. یه جا در تاریخ های جهانگوشا، یه جا در ابوریحان بیرونی مطرح شده. این علاقه به کوروش به عنوان سمبل ایران یه چیز جدیدی به نسب جدیده، تا الان حدود 100 سالی ازش میگذره و خب این داره یه جون در واقع دیالوگی که ایران با فرهنگ مدرن داره رو تعیین میکنه و از اونجا میاد و خب بحثش راستش از این حوصله این گفتگوی خاص به نظرم خارجه. آقای کلاشی، اما همین کوروش در جشن‌های 2500 سالگی شاید خیلی ها تحمل شنیدن اسمش رو هم نداشتند. ببینید، من یک دو مورد رو اشاره کنم. یه شعار آریایی هستم، عرب نیم پرستم، میتونیم نقدش بکنیم یا نکنیم، ولی شعار نژاد پرستانه ای نیستش. راسیسم یه ایده دیگه ای هستش. نمیشه هر چیزی رو که ما خوشمون نمیاد بگیم که این راسیستی هستش. آریایی هستیم و عرب رو نمیپرستیم. این حالا با این موافق باشیم با این مخالف باشیم، این شعار راسیستی نیستش. اما ما همیشه باستانگرا بودیم. شاه اسماعیل وقتی که قیام کرد و اولین حکومت و شاهنشاهی ایران رو دوباره از دل جهان اسلام بیرون کشید و ما دولت مستقل ایرانی رو تشکیل دادیم و حکومت شیعی شد، به صراحت وقتی قیام میکنه میگه منم فرزند کیخسرو. یعنی حتی در بنیادگذاری حکومت صفوی که حکومت مذهبی هم بود به نوعی، حتی حکومت عرفی بود ولی بر مبنای مذهب، میبینیم که باستانگرایی وجود داره. میگه من فرزند کیخسرو هستم، من فرزند فریدون هستم. اما اینکه در کتاب‌های کلاسیک خودمون نیومده بود اسم کوروش، این هم درست نیست. هم در ابوریحان آثار الباقی که دوستمون اشاره کردن اومده، هم مسعودی بسیار دقیق اومده بحث کرده، گفته که ایرانی‌ها در مورد کوروش دو نوع نگاه دارن. بعضیشون میگن که سردار بهمن بوده، بعضیشون میگن که نه، هم خود شاه بوده و بعضی ها میگن که سرداری بوده که بعد از بهمن به پادشاهی رسیده. در مجمل التواریخ هم بوده، در تواریخ دوره صفوی هم وجود داشته و بعد در دوره قاجار هم به کوروش پرداختن. اما اینکه چرا مهم شده به یک باره، این به خاطر اینه که تاریخ باستان ما با بحث‌های باستانشناسی مواجه شد، ولی چون کوروش در عهد عتیق اومده بود و همینطور یونانی ها قبولش داشتن و مستنداتی داشتن و به همین خاطر دچار تردید نشد و آثار بزرگی این پادشاه به عنوان بخش به عنوان یک پادشاه بزرگ باستانی تایید شد در مجامع غربی و ما از اون افق تونستیم دوباره این رو بزرگ داشت داشت بگیریم. اما در 2500 ساله ما سعی کردیم که نشون بدیم که یک ملت کهن و باستانی هستیم و مانند همه پادشاه، حتی پهلوی کار منفردی انجام نداد. در همه دوره ما دوره باستانگرایی بودیم. در دوره قاجار اگه شما به کاخ گلستان مراجعه بکنید ببینید که همه نقش و نگارهای شاهان باستانی ما از روی شاهنامه روی دیوارها کشیده شده، نقاشی شده. در کتابهایی که وجود داره در از دوره قاجار مراجعه بکنید ببینید که پادشاهان ایران همیشه عزیز و بزرگ بودن و ما همیشه میدونستیم که یک کشور کهن چند هزار ساله است. آقای رضاخانی، به نظر میومد که میخواین پاسخ آقای کلاشی رو بدین زمانی که گفتن از دید ایشون شعار آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، شعار نژادپرستانه نیست. نه، راستش نمیخوام جواب بدم. این صحبت ایشون اثر من شمس جواب دادن نداره، ولی دوست دارم که در مورد یه مقداری الان اگه فرصتی داشته باشیم در مورد این قضایه صحبت بکنم. ببینید، باستانگرایی رو کسی نمیکوبه. ایشی این که چون واقعا کلاشی تو تکرار میکنن که ما همیشه باستانگرا بودیم، کسی نمیگه حالا ما باستانگرا بودیم، حالا همینا رو میشه گذاشت در قالبای مختلف. کسی با باستانگرایی مشکل نداره. بنده
با اجازه شما، من کارم تاریخ ایران باستانه، یعنی من خودم به کار باستان علاقه دارم و طبیعتاً علاقه به باستان و حالا به هر دلیل دیگه میخوایم رو کنین رو میذاریم رو قبول داریم. ولی ببینید قضیه همینه، شما میگید سیاسی میکنندش. برای بنده به عنوان آدم کسی که کارش تاریخ باستانه، سیاسی کردن هر دو ور غلطه. شما فقط با سیاسی کردن دولت جمهوری اسلامی مشکل دارید که بنده مشکل دارم، ولی من در ضمن با سیاسی کردن کسانی که این رو فقط به عنوان جشن میگیرند هم مشکل دارم، برای اینکه پشت این یه چیز سیاسی خوابیده. ما بعد مثلا شخصیتی مثل کوروش کبیر رو خارج از قالب های سیاسی ببینیم. این یه کسی نبوده که فقط حالا چون ما خوشمون میاد و بگیم ما میخوایم باستانی هستیم و مثلا دولت جمهوری اسلامی مثلا با باستانگرایی مخالفه و ما میایم میگیم ما قبولش داریم، خب شما هم دارید اینو سیاسی میکنید. و یه نفر آدم تاریخ دان مثل من مشکلش اینه، این یه شخصیت تاریخیه، یه کسی که 2500 نزدیک 2600 سال قبل زندگی کرده، باید قالبش رو ببینیم در اون موقعی. شما ببینید الان کیخسرو رو اگه به شما بگن کیخسرو وجود داره، شما وجود تاریخی کیخسرو رو نمیتونید ثابت کنید، ولی ازش استفاده کردید برای مثال اینکه شاه اسماعیل صفوی داره استفاده میکنه. یعنی شاه اسماعیل صفوی هم داره کیخسرو استفاده سیاسی خودش رو میکنه که حالا شما الان برای اینکه میگید باستانگرایی خوبه قبولش دارین. من کلا با سیاسی کردن قضیه از دوور مخالفم و بله با جمهوری اسلامی و جلوگیریش مخالفم، ولی با این حرفی که بیاریم ازش این استفاده سیاسی رو بکنیم و بگیم ما یک ملت باستانی هستیم و حالا باید بیام میکنیم و ندید بگیریم که پشت قضیه یه دونه صحبت سیاسی خوابیده. بله آقای کلاشی 30 ثانیه لطفاً جمع‌بندی نهاییتون. در حال ببینید اون چیزی که توی پاسارگاد رخ میده یه سویه ها و نشانه هایی از جنبش بزرگ بیداری ملی. ملت ایران ملت کهنی هستن و قطعا در مسیری حرکت خواهند کرد که هم آینده درخشانی باشه، هم بتونن به اون گذشته پروبوهر پرشکوه و با عظمت خودشون تکیه. بله آقای رضا خانی، آینده ما از تکیه بر گذشته نیست. متشکرم. شما هم 30 ثانیه اگر که میخواین جمع‌بندی کنید. بنده کاملا موافقم که باید ملت هر کسی هر جوری میخواد بتونه جشن بگیره. اگر میخواد دلیلش کوروش کبیر باشه هیچ مشکلی نداره. فقط وسط این قضیه نیاید کسی نباید بیاد یک شخصیت باستانی یا متون باستانی رو ازش سوء استفاده بکنه. صحبت من فقط همین. متشکرم. خدا داره رضا خانی، مدرس تاریخ باستان و حجت کلاشی، فعال سیاسی. ممنون از هر دوی شما. شرکت کنندگان یک همایش بین‌المللی در شهر دوشنبه از دولت تاجیکستان خواستند تا یک روز را به عنوان روز کوروش کبیر به فهرست جشن‌های رسمی این کشور اضافه کند. این اواخر توجه به شخصیت کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی در تاجیکستان هم بیشتر شده. سهراب زیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. موضوع بزرگداشت کوروش کبیر در تاجیکستان در این همایش مطرح شد. پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز که هفته گذشته با حضور رئیس جمهور تاجیکستان و بیش از 100 پژوهشگر و دانشمند از کشورهای مختلف جهان در شهر دوشنبه برگزار شد. در بیانیه پایانی این همایش به دولت تاجیکستان پیشنهاد شد تا 29 اکتبر را به عنوان روز کوروش کبیر به فهرست جشن‌های رسمی این کشور وارد کند. مقام های تاجیکستان یک پیشنهاد دیگری شرکت کنندگان این همایش را درباره تأسیس شعبه دانشگاه جهانی کوروش کبیر در شهر دوشنبه پذیرفتند. این دانشگاه سال 2012 در نیویورک و سیدنی به ثبت رسیده و کاری اصلیش گسترش دانشی ایران شناسی است. خود فرهنگ ایران هست که بزرگانی مانند کوروش رو پدید میاره. فرهنگ ایران هست که بزرگانی مانند داریوش، مانند حافظ، مانند فردوسی و مانند رودکی رو میزاید. کار ما پرداختن به این بنمایه ها، پرداختن به این گهواره، به این پستان پرشیر فرهنگ ایران شهری است که هر کسی از اینجا بنوشه میشود کوروش. چرا ما باید یک کوروش داشته باشیم؟ آثارخانه یا موزه ملی تاجیکستان، بخشی از این آثارخانه درباره دولت هخامنشی است که آن را کوروش کبیر پایه گذاشته بود. امپراتوری کوروش کبیر در آسیا، اروپا و آفریقا دامن گسترده بود. اما کوروش کبیر را
بیشتر به عنوان اولین نویسنده اعلامیه حقوق بشر میشناسند. توجه به شخصیت کوروش کبیر در تاجیکستان بعد از سال 2006 بیشتر شد. آن سال را تاجیکستان سال بزرگداشت تمدن آریایی اعلام کرده بود. در این مدت کتاب‌های درباره کوروش کبیر به چاپ رسیدند. این پارک نو به نام کوروش کبیر، بنیادگذار و نخستین شاهی هخامنشی در مرکز شهر دوشنبه است. اخیراً یک آموزشگاه نظامی هم در این شهر به نام کوروش کبیر گذاشته شد. بسیار هدف اصلی مقامات تاجیک از این اقدام را ارج‌گذاری به شخصیت و کارنامه چهره‌های تاریخی دوران پیش از اسلام می‌دانند. تندیس کوروش کبیر در موزه ملی تاجیکستان. بسیار یکی از دلایل توجه مقامات به چهره‌های تاریخی مانند کوروش کبیر را جلوگیری از مذهبی شدن جامعه، به ویژه افراطی‌گرایی جوانان تاجیک و تبلیغ همزیستی مسالمت‌آمیز می‌دانند. در دیگر دوره‌های تاریخ ما با کوروش تقریبا هیچ کس نمی‌توانیم قیاس کردن. اولین نفری که از میان اقوام آریایی همین اقوام پراکند پریشان آریایی را در یک امپراتوری جمع کرد، به هم آورد، کوروش بود. دیگر این که کوروش برای جامعه امروزی هم تاجیکستان هم جهان میتواند به حیث یک الگو خدمت کند. با این همه در تاجیکستان بسیار هنوز از کوروش کبیر شناختی کافی ندارند. شاید به این دلیل باشد که این کشور میخواهد روزی خاصی را همچون روزی کوروش کبیر داشته باشد تا مردم به بهانه این روز به شخصیت و کارنامه او بیشتر توجه کنند. سهراب زیا، بی بی سی، دوشنبه. برای دومین بار از زمان شروع فرایند برگزیت، بریتانیایی‌ها ممکن است برای یک انتخابات زودرس پارلمانی به پای صندوق‌های رأی بروند. همین دیروز بود که نمایندگان مجلس از قبول پیشنهاد دولت بوریس جانسون برای برگزاری چنین انتخاباتی خودداری کردند. ولی امروز دولت لایحه‌ای کوتاه برای برگزاری انتخابات به مجلس آورده که با تغییر نظر حزب اصلی مخالف دولت، یعنی حزب کارگر، احتمالاً تصویب می‌شود. خبرنگار ما بهرنگ تاجین از مقابل پارلمان به ما پیوسته. بهرنگ، اینا دیشب گفتن که به انتخابات زودرس رأی نخواهند داد اعضای حزب کارگر. چی شد که نظرشون عوض شد؟ رانو، چند وقته که خیلی اتفاقات سیاست بریتانیا رو نمیشه با عقل و منطق توجیه کرد. گفت دلیلش اینه، به خاطر این شده. ببین، اگه بدبینانه بخوایم نگاه کنیم، داستان این بود که شاید حزب کارگر دیگه عذر و بهانه‌ای برای مخالفت با برگزاری انتخابات زودرس نداشت. اگه بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم، داستان اینه که اگر دیشب به خواست دولت بله میگفتن، یک مقداری کنترل فرایند انتخابات دست دولت بود. به این معنی که این نخست وزیر بود که تصمیم میگرفت انتخابات چه روزی برگزار بشه. و خب حزب کارگر و خیلی از احزاب مخالف دیگه چندان به بوریس جانسون اعتماد ندارن. اتفاقی که امروز افتاده اینه که تاریخ برگزاری انتخابات توی لایحه هست و حتی حزب کارگر دنبال اینه که تاریخ رو تغییر بده. این رای گیری ها حدود یک ساعت دیگه انجام میشه. دعوا سر اینه که پنجشنبه 12 دسامبر باشه یا دوشنبه 9 دسامبر. حزب کارگر معتقد اگه پنجشنبه باشه، خیلی از دانشجوها بابت تعطیلات کریسمس رفتن خونه و نمیتونن رأی بدن، به همین خاطر میخواد انتخابات 3 روز زودتر برگزار بشه. ولی در نهایت به نظر من میاد که تمام تغییری که از دیروز تا امروز اتفاق افتاده اینه که یک مقداری کنترل فرایند بیشتر اومده دست مجلس و تا حدی دست احزاب مخالف. چقدر میشه انتظار داشت که این انتخابات این بنبست پرگره برگزیت رو باز بکنه؟ هیچ تضمینی نیست. ببین، اگر که انتخابات مثلا درش یکی از این دو حزب بزرگ، یعنی حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار برنده بشن، نصف به علاوه یک کرسی‌های مجلس و شاید حتی یه خورده بیشتر رو به دست بیارن، میشه مطمئن بود که برنامه‌شون رو اجرا می‌کنن. حزب محافظه‌کار می‌خواد همین توافقنامه خروجی رو که به تازگی تونسته تغییراتی توش بده، همین رو تصویب کنه و بریتانیا رو احتمالاً 31 ژانویه، یعنی 3 ماه دیگه، از اتحادیه اروپا خارج کنه. حزب کارگر میخواد دنبال این بره که توافق رو یه خورده تغییر بده، سراغ یک برگزیت اصطلاحاً نرمتری بره. بعد از خروج از اتحادیه اروپا هم روابط نزدیکی بریتانیا با اتحادیه اروپا داشته باشه و این رو به رفراندوم بذاره. خب یه چند ماهی اون
طول میکشه و اینها، اینا حالتاییه که تقریبا میشه مطمئن بود. ولی اگر که باز هم مردم بریتانیا به یک حزب اکثریت رو ندن و مجلس دچار وضعیت فعلی باشه، یه سری اقلیت تو مجلس باشن و اینا مجبور باشن با هم دیگه مذاکره کنن، ائتلاف کنن یا از اینجور کارها، ممکنه این گره کور فعلی کورتر هم بشه. بهرنگ، ترزا می نخست وزیر پیشین بریتانیا به نوعی ریسک بزرگی کرد زمانی که تصمیم گرفت انتخابات زود هنگام برگزار کنه، برای اینکه خیلی‌ها فکر می‌کردن که امیدوار بود که دست قوی‌تری پیدا بکنه، اما در نهایت به ضرر شد این انتخاب، اون انتخابات، و کرسی‌های زیادی رو حزبش از دست داد. بوریس جانسون خیلی پافشاری کرد برای اینکه این انتخابات برگزار بشه. آیا اون هم داره این ریسک رو می‌کنه؟ احتمال داره که واقعاً تضعیف بشه حزبش بعد از انتخابات؟ کاملا احتمال داره. ببین، برگزاری انتخابات در یک کشور دموکراتیک که مردم میتونن نظرشون رو عوض کنن، تیر در تاریکی پرتاب کردنه. ممکنه به هدف بخوره، ممکنه به هدف نخوره، ممکنه نزدیک هدف بخوره، ممکنه اصلا بره یه جای دیگه، ممکنه اصلا وسط راه بیفته زمین، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. ببین، داستان اینه که خانم می دو سال و نیم پیش اکثریت داشت تو مجلس، حدود 15 نفر تعداد نماینده‌هاش از همه احزاب دیگه روی هم بیشتر بود و میخواست این اکثریت شکنندش رو تقویت کنه که گیر 10-15 تا نمایندش نباشه، چه از این جناح حزب چه از اون جناح حزب. ولی مسئله اینه که، و وقتی هم که اعلام کرد که انتخابات زودرس میخواد برگزار کنه، تو نظرسنجی ها بیشتر از 20% از حزب کارگر جلو بود. ولی در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ اکثریت تبدیل شد به اقلیت. مسئله اینه که وقتی که مبارزات انتخاباتی شروع بشه، مردم به جای برگزیت ممکنه به چیزای دیگه فکر کنن، به نظام بهداشتی، به آموزش و پرورش، به مالیات ها، به شهرداری ها و الی آخر. هزار و یک موضوع دیگه هم هستش که وارد داستان میشه و تجربه خانم می نشون داد که هیچ تضمینی نیست که دولت بتونه موضوع انتخابات رو همون چیزی که میخواد قرار بده. تنها اتفاق خوبی که برای آقای جانسون افتاده اینه که دو سال و نیم مردم این بگو مگوها و جر و بحثای پارلمانی رو شنیدن و شعار به سرانجام رسوندن برگزیت که به نظر میاد شعار اصلی حزب محافظه‌کاره، الان شعار جذابیه برای مردم. ولی بازم هیچ تضمینی نیست که مردم در نهایت فقط به خاطر برگزیت رأی بدن، و کار آقای جانسون برای پیروزی در این انتخابات به هیچ عنوان راحت یا تضمین شده نیست. متشکرم بهرنگ تاجین، خبرنگار ما از مقابل پارلمان. یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا امروز به کنگره رفت تا به سوال‌های مجلس نمایندگان درباره خواسته دونالد ترامپ از دولت اوکراین در رابطه با فعالیت‌های تجاری پسر جو بایدن در اوکراین پاسخ دهد. جو بایدن رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. سرهنگ دوم الکساندر وینمن که رئیس بخش اروپای شورای امنیت ملی است، گفته از گفتگوی تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین احساس نگرانی کرده و این موضوع را به مشاور حقوقی شورای امنیت ملی کاخ سفید اطلاع داده. خشایار جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، آیا حرف‌هایی که زده شد امروز در کنگره تازگی داشت؟ با توجه به اینکه سرهنگ دوم الکساندر وینمن اولین کسی هست که در کنگره حاضر میشه، از بین افرادی که تماس تلفنی آقای ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رو شنیدن، گوش دادن، نه که متن رو خونده باشند، به این یک تازگی داشت. و با توجه به اینکه صحبت‌هایی که او کرد به گفته تحلیلگران صحبت‌هایی بود که به ضرر آقای ترامپ هست، او گفت که ابراز احساس نگرانی کرده از آن چیزی که شنیده و به همین خاطر رفته سراغ مشاور ارشد حقوقی شورای امنیت ملی کاخ سفید و نگرانی خودش رو با این فرد در میون گذاشته. اینکه کمک، به گفته او، کمک مالی 391 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین رو مشروط کرده آقای ترامپ به تحقیقات به وسیله دولت اوکراین در مورد عملکرد تجاری پسر جو بایدن در این کشور. به گفته او کمک به اوکراین رو نباید سیاسی و حزبی کرد. او گفت که اگر دولت اوکراین احیانا میخواست تحقیقاتی در این باره شروع کنه، اون وقت دموکرات‌ها این رو علیه خودشون فرض میکردند و در آینده دموکرات‌ها در جهت کمک به دولت اوکراین قدمی بر نمی‌داشتند و این خودش به ضرر امنیت ملی آمریکا بوده، به گفته آقای ومن. نمایندگان دموکرات بسیار روی صحبت‌های او
سعی کردن تمرکز کنن و سرمایه گذاری کنن. در جهت مقابل هم جمهوری خواهان حمله کردن به او و او رو از او به عنوان فردی خائن نام بردن، با توجه به اینکه کارمند شورای امنیت ملی کاخ سفید است، مشاور آقای ترامپ است در زمینه اوکراین، خودش متولد اوکراین هست این سرهنگ ارتش آمریکا. اما با توجه به اینکه او نظامی هست، طبق قوانین آمریکا در صورتی که کنگره برای یک فرد نظامی احضاریه بده، حتما باید در کنگره حاضر بشه. او در کنگره حاضر شده بود و بنابراین دموکرات‌ها دارن سعی میکنن بگن که او علیه آقای ترامپ و علیه دولت جمهوری خواه شورش نکرده، بلکه طبق وظیفه نظامیش حاضر شده و حتی جو بایدن از او به عنوان یک فرد میهن دوست نام برد. اما آقای ترامپ از او به عنوان فردی نام برده، از جمله افرادی که هیچگاه نمیخوان آقای ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور ببینن، و گفته معلوم نیست مکالمه‌ای که او گوش کرده آیا مکالمه ای است که او با رئیس جمهور اوکراین داشته یا اینکه صحبت از یک مکالمه تخیلی داره میکنه. خشایار، هر چند روز یه بار خبری منتشر میشه که رسانه‌ها بسیار بزرگش میکنن و بسیار مهم میدوننش در این پرونده و تحقیقات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ. آیا واقعا این دستاوردها و این شواهدی که داره کم کم بیرون میاد نزدیک کرده دونالد ترامپ رو به استیضاح؟ پس از اول صحبت از این بود که نگرانی دموکرات‌ها از این بود که آقای ترامپ پرداختن دادن کمک خارجی به یک دولت خارجی رو مشروط کرده به اینکه اون دولت خارجی در مورد یک شهروند آمریکا تحقیقاتی بکنه که در جهت منافع سیاسی شخصی آقای ترامپ هست، و اصلا تحقیقاتی که مربوط به امکان سنجی استیضاح آغاز شد در همین رابطه بوده. اطلاعاتی که داره در میاد زد و نقیص است با گفته آقای ترامپ، که گفته که نه همچین چیزی نیست، و متن مکالمه تلفنیش با آقای زولنسکی رو هم منتشر کردن که مربوط به تابستانی است که گذشت. اما دموکرات‌ها میگن واقعا همین متن داره نشون میده که آقای ترامپ داره مشروط میکنه اعطای کمک نظامی به اوکراین رو، در حالی که اوکراین با روسیه دچار اختلاف و درگیری هست. اما اطلاعاتی که داره در میاد از بعضی از افرادی که قبلا حاضر شدن در کمیته های مجلس نمایندگان صحبت کردن، و صحبت های امروز این هست که بعضی از نزدیکان آقای ترامپ، کسانی که در کاخ سفید و دولت مشغول بودن یا اینکه احیانا ارشدترین دیپلمات آمریکایی در اوکراین، اینها اومدن گفتن که آقای ترامپ در حقیقت مشروط کرده و شرط گذاشته برای آقای زولنسکی. و در نهایت با توجه به این ادله و این صحبت ها هست که مجلس نمایندگان که در اختیار دموکرات ها هست تصمیم گیری خواهد کرد که آیا روند استیضاح رو آغاز خواهد کرد یا نه. تازه در اون صورتی که رأی بدن به روند استیضاح، این مجلس سنا هست که باید برخورد و روند استیضاح رو انجام بده، و مجلس سنا در اختیار جمهوری خواهان هست که تا به اینجا جمهوری خواهان نشون دادن که علاقه به استیضاح آقای ترامپ بر سر این موضوع ندارن. متشکرم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما. بامیان در مرکز افغانستان قرار است به زودی به عنوان اولین ولایت آری از مین در این کشور اعلام شود. این دستاورد بی سابقه به همکاری تنها گروه مینروبان زن به دست آمده. در حال حاضر ماموریت این گروه زنان مینروب پاکسازی یک منطقه کوهستانی در بامیان از وجود بمب‌های خوشه‌ای و مواد منفجر نشده است. خلیل نوری خبرنگار بی بی سی که یک روز را با این تیم سپری کرده میگوید این مینروبان جوان تا رسیدن به این هدف و کسب حمایت خانواده راه درازی را پیمودند. ماموریت حیاتی و دشوار برای پیدا کردن دشمن خفته در خاک. بقایای 14 جنگ را از دل زمین بیرون می کنند. با نخستین گروه ماینروبان زن در افغانستان آشنا شوید. انگیزه پیوستن به این گروه برای برخشان فردی است. در روز عید قربان بود، هم نفر رفته بود که بود کو رفته بود کار داشت، گفت ما بروم زود میاییم. رفت ما دیگه پس نمد ام زدک. اما ما از اون روز به بعد تصمیم گرفتم کاش که یکان چیزی یا یه وسایلی باشه که ما بتونم ما اینا رو پک کنم. برای بسیاری این دختران روستایی قناعت دادن خانواده هایشان آسان نبوده، درست مثل کارشان. که مادر منو ترسم می‌خوردن، من پاکی یک چیز خطرناک است، برن خود از بین مری. دیگه خوشی من میاد که من گفت واسه بازم آمدم در ترنینگ من پاکی دیدم. اینجا میدان نبرد نیروهای شوروی و مجاهدین بود.
اما حالا به کشتزار از بمب‌های خوشه‌ای و مواد منفجر نشده مبدل شده. در 2 ساعت اول کاریشان این تیم توانست یک مرمی منفجر نشده توپ را در اینجا و یک بمب خوشه‌ای را 10 متر دورتر آنجا پیدا کنند. این نشان می‌دهد که مشکل مواد منفجر نشده در افغانستان چقدر وسیع است و این دخترها ماموریت طولانی در پیش رو دارند. رویارویی با این مواد منفجر نشده به شدت حساس کار است خطرناک. تنها راه آن از بین بردن است. در اطراف این کشتزار ماین در ولسوالی شبر زندگی ادامه دارد و همین مردم آسیب پذیرترین هم هستند. روزانه به گونه میانگین 4 نفر قربانی ماین در افغانستان می شوند. این زوج 6 ماه پیش 2 فرزند نوجوانشان را در انفجار ماین از دست دادند. مادر داغدار توان حرف زدن ندارد. پدر خانواده می گوید که فرزندانشان برای جمع‌آوری علف به کو رفته بودند. یک باشه از غلامایدی مگر او کنید. هر دو پای و هر دو قای و فهمید سرمد درد داد بخید فهمیدن نمیشد دیگر اشتکای من اما یک پایش نبود یک دیشی نبود دیگر او تاباتی نبود دجانش. بامیان باستانی که روزهای گرم و سرد زیاد را دیده به زودی آری از ماین اعلام خواهد شد. خبر خوش برای 2 دختر قد و نیم قد فزه. محل بازی ایشان مسون تر خواهد شد. اما کل کشور برای نجات از ماین راه دراز در پیش دارد. ما جنگ پنهانی هستیم دیگه. پنهانی ماین پنهان است. مش یک پای خر به لای ماین بگذارم یا چیشم خیلی سخت است دیگه اینا. جنگ در کشور ادامه دارد و استفاده از ماین هم یکی از تاکتیک های اصلی نبرد است. نبرد که دورنمای آن پیچیده به نظر می رسد. خلیل نوری، BBC، ولسوالی شبر بامیان. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. فعلا خداحافظ.